بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خانم ها آقایون سلام، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به این جلسه از کارگاه انگیزشی ادامه میدم. من علی فروغینیا هستم و اینجا کلاسینو، معتبرترین نام در عرصه آموزش آنلاین. خیلی خوش آمدید رفقای نازنینم، خیلی خوش آمدید. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم به خاطر این آشنایی، به خاطر این مسیر، به خاطر این هممسیری و البته به خاطر امروز. من امروز رو مهمترین جلسه کلاس ادامه میدن اعلام میکنم و امیدوارم هستم که از به قول معروف خلال بحثایی که اتفاق میفته بتونه براتون یک روز متفاوتی باشه و بتونه حالا که کنکور داره اون نفسای مهمش شنیده میشه، بشه که امروز اتفاقهای درستی رو در تقویم موفقیت شما رقم. خیلی خوش آمدید رفقای نازنینم، خیلی خوش آمدید. افتخار میکنم به این که با شما هم کلامم و افتخار میکنم به این که میتونم میزبان محبتها و میزبان احساسات شما باشم. چت از این لحظه باز هستش. سلام 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 سلام، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید عزیزای دل من. الحمدلله خدا رو شکر میکنم به خاطر امروز و بعد از عبور از 21 روز 21 چالش 21 برنامه مطالعاتی رسیدیم به ایستگاه پایانی که البته خودش ایستگاه مقدماتی برای ادامه مسیرمون هستش، ولی خدا رو شکر میکنم که امروز که در مقابلتون قرار گرفتم و در مقابل نگاه های شما دارم صحبت می کنم سربلند هستم. هزار مرتبه خدا رو شکر می کنم که 3 هفته پیش به شما یه قولی دادم و گفتم در مسیری در کنارتون هستم به نام ویتامین دی و دیماهمون رو می خواهیم با همدیگه بسازیم و میخوایم از کنار هم بودن در دیماه لذت ببریم، در کنار هم برای رؤیاهامون بجنگیم. خدا رو شکر میکنم که 21 روز صبح رأس ساعت 6:30 در باشگاه قبل هفته صبحی ها در کنارتون بودم، روزمون رو با همدیگه شروع میکنیم. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم که 21 روز برنامه مطالعاتی بهتون دادم و توی این 21 روز به تفکیک هر سرشته ریاضی، تجربی و انسانی در لباس یک مشاور در کنارتون بودم. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم به واسطه بیش از 1000 تست تخصصی و بیش از 1000 تست عمومی در هر کدوم از سرشته که هدیه من و مجموعه بزرگ کلاسینو به شما بود برای آمادگی هرچه بیشتر در امتحان امروزتون 24 روم و البته برای بستن ترم 1 سال 12. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم به خاطر ثانیه هایی که در کنار هم بودیم و مهمتر از همه هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم چون میگن الکریمو ازا وعده وفا، زمانی که یک انسان یک وعده ایو میده باید بهش وفا بکنه. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم که خلف وعده نکردم و در 21 روز گذشته تونستم به وعده هایی که بهتون داده بودم جامعه عمل بپوشونم و امروز در مقابل دیدگان شما سربلند حضور پیدا بکنم. خیلی خوش آمدید رفقای نازنینم، خیلی خوش آمدید. خب بفرمایید ببینم اوضاع چطوره؟ حال و احوال چطوره؟ یه خورده اول بیاییم با همدیگه گپ بزنیم ببینم این 21 روز که گذشت چطور بود؟ بچه هایی که عضو ویتامین دی بودن بگن ببینم چطور بود ویتامین دی؟ به جونشون نشست؟ به دلشون نشست؟ حالشون خوب شد؟ به به، هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. الحمدلله چه افتخاری برای من بالاتر از این، چه افتخاری برای من بالاتر از این.
هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. بچه ها تستای ویتامینه چطور بود؟ تستای ویتامینه، تستایی که در اختیارتون قرار دادی متناسب با برنامه، اون اوکی بود؟ اون به دلتون نشست؟ اونا حالتون رو خوب کرد؟ به به، مرسی مرسی، ممنونم از شما، خیلی ممنونم از شما، هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم، هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم، الحمدلله. خیلی خوب، مرسی 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 مرسی. من راستش انقدر حالم امروز خوبه، انقدر سرشار از انرژی مثبتم، انقدر حس آرامش دارم که باورتون نمیشه. یعنی حس میکنم، یعنی قشنگ حسم اینه که شما تصور کنید کنکور دادید، ایشالله روز کنکور از سر جلسه برگشتید و کنکورتون رو هم بهترین عمل کردی که میتونستید در اون داشتید. وقتی برمیگردید خونه چه حسی دارید؟ ها؟ چقدر آرامش دارید؟ چقدر سبک بارید؟ چقدر حس میکنی از یک امتحان بزرگ سربلند بیرون اومدی؟ من دقیقا الان اون حس رو دارم و حس میکنم یک باری که به نظر من به شدت بار سنگینی بود، به شدت بار سنگینی بود این پروژه ویتامین دی، حس میکنم تونستم یه جوری انجامش بدم که الان آرامش دارم. این خیلی برام اهمیت داره، یعنی الان حالم خوبه. الان دوست دارم که بیایم راجع به ادامه با هم دیگه صحبت بکنیم، بیایم راجع به آینده با هم صحبت بکنیم. دوست دارم که این کلاس رو با نهایت انرژی ممکن با هم دیگه طی بکنیم. دوست دارم امروز یک مبدعی بشه در تقویم خیلی از بچه‌ها که توی ویتامین دی در کنارمون نبودن، و دوست دارم به پشتوانه اتفاقای مثبتی که در 21 روز گذشته افتاد، امروز بتونه مبدع هجرت بسیاری از دانش آموزهای جدید بشه. بر همین در ادامه بهتون اعلام میکنم امروز مجدد کانال های تلگرامی عضوگیری میکنن و ما فردا صبح درست لایو های صبحگاهی رو نداریم، ولی دوباره فعالیت های کانال هامون رو از پیش میگیریم و دوست دارم کلی دانش آموز جدید، کلی کسی که تا به امروز ناامید بوده، دوباره این قطار در ایستگاه امروز خودش بایسته و دوباره با نفرات جدیدی مسیر خودش رو ادامه بده. امروز سرشار از حال خوبم، سرشار از حال خوبم. آره بچه، کیا امروز جلسه اولشون هست؟ ها؟ اونا هم لطفاً به من بگن کیا امروز جلسه اولشونه، چون میگم امروز کانال ها مجدد عضوگیری میکنن. کیا امروز جلسه اولشون هست؟ به 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 به، چقدر عالی، چقدر عالی، چقدر عالی، چقدر عالی، چقدر عالی. پس من فکر میکنم با توجه به اینکه انقدر دانش آموزی داریم که امروز جلسه اولشونه، من یک بار دیگه اسم شهرها رو بپرسم، چون خیلی برام مهمه آرایش شهریمون. و وقتی انقدر دانش آموز جدید داریم، یعنی من خیلی ها رو نمیدونم. همه بچه ها لطفا اسم شهرهاشون رو برای من بنویسن و من مثل همیشه یکی از افتخاراتم ثبت این صحنه است. همه رفقا لطفا اسم شهرهاشون رو برای من بنویسن. چقدر زیبا، کلاسی به وسعت یک ایران، چقدر جذاب، چه افتخاری برای من واقعا، چه آرامشی برای من. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم. روزی که این مسیر شروع شد، شاید پیشبینی این اتفاق بزرگ سخت بود یه خورده. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنیم، هزار مرتبه خدا رو شکر. خیلی خوب، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. دلم میخواد امروزمون رو با این پیام شروع بکنیم. این پیام فکر میکنم دیروز به دست من رسید رفقا.
و من مثل همیشه نمیدونم که چه کسی برای من این پیام رو فرستاده، ولی خیلی دوست داشتم که امروزمون رو با این پیام استارت بزنیم رفقای نازنینم. این بر من خیلی جذابه، خیلی بر من جذابه. نوشتن که از دانش آموزهای مرداد هستم، از اون موقع تا همین 21 روز پیش تقریبا هیچی از کلاس ها رو ندیده بودم، ولی این 21 روز برام معجزه بود. روحیه جنگیدن و رسیدن به خواسته هام در من زنده شد. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم، هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم. یه پیام دیگه ای رو هم بچه ها من خیلی دوست دارم امروز به دستم رسید، خیلی زیاد. یعنی این پیام فکر میکنم تایمش باید بالاش باشه. این پیام امروز رأس ساعت 13:06 به دست من رسید و فکر میکنم که دقیقا زمانیه که از سر جلسه برگشتن به منزل. خیلی دوست داشتم این پیام رو. نوشتن که سلام، شاید باورت نشه ولی من همیشه توی آزمونام، حالا من خود لفظی که ایشون گفته رو میگم، خیلی گم میزدم و اصلا خوب نبودم. حتی دیروز با اینکه مرور نکردم درست، ولی برنامه ویتامین دی رو اجرا کردم و رفتم و تو جلسه خودم باورم نشد که خودم بودم و فوق‌العاده جواب دادم و خیلی از آزمونم و تسلطی که داشتم راضیم و نمیدونم جوابشم چی میشه، ولی با واقعا باورم نمیشه که امروز خودم بودم و فقط تو جلسه فکرم پیش شما بود. و اگر حالا ادامش که دیگه خیلی اهمیت نداره و هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه 21 روز حس میکنم عمرم بیهوده نگذشته. در یک کلام 21 روز حس میکنم اتفاق مثبت رو تونستم رقم بزنم و من از همینجا میخوام به همه رفقایی که در ویتامین دی در کنار من بودن و تلاش کردن، صبح تا شب درس خوندن، انرژی گذاشتن، جنگیدن، به همه اون بچه ها تبریک بگم، چون که واقعا شاهکار کرده، خیلی برام اهمیت داشت. بسیار عالی. اما کافیه به نظرم، لذت بردن از گذشته کافیه. لطفاً بک‌گراند همیشگی صفحمون رو بیارید. لذت بردن از گذشته به نظرم کافیه. کار زیاد داریم و مسیری که باید در کنار هم طی بکنیم خیلی زیاد. خدا رو شکر به خاطر 21 روز گذشته، خدا رو شکر به خاطر خانواده بزرگ پشت رویایی ها، خدا رو شکر به خاطر هشتگ خانواده خوشبخت، خدا رو شکر به خاطر کارگاه ادامه میدم. هزار مرتبه خدا رو شکر. اما الان دیگه فرصت لذت بردن از گذشته رو نداریم. باید بجنگیم برای ادامه، باید بجنگیم پرقدرت، پرتلاش، نترس، برای پیشرفت بیشتر، برای فتح قله‌های بلندتر. رفقای نازنین، هر قله‌ای که ما در صدد رسیدن به اون باشیم، بعد از رسیدن بهش متوجه میشیم که خودش نسبت به قله‌ای که بالاترش بوده در حد یک زمین صافیه که الان ما روش قرار داریم. هر قله نسبت به قله بالاتر یک دامن است. هر قله نسبت به قله بالاتر عظمتی نداره. لذا امروز و در این نقطه‌ای که قرار داریم باید بجنگیم برای قله بعدی. امروز و در این نقطه‌ای که قرار داریم باید بجنگیم برای تارگت بعدی. امروز در این نقطه‌ای که قرار داریم باید بجنگیم برای رسیدن به رؤیای بعدی. رفقای من، الان صحبت من با کسایی که در ادامه میدم با من ادامه دادن. صحبت من خطاب به کسانیه که در چند وقت گذشته در کنار من بودن. دست مریضان،
اما شاد باشه فتح الفتوحایی که اتفاق افتاد کافیه. الان باید بجنگیم از همین امروز برای ادامه مسیر. از همین امروز باید تلاش بکنیم برای هدف بعدی، هدف بعدی، هدف بعدی، هدف بعدی. 2 ماه پیش رومون هست تا قبل از پایان سال 1400. اصطلاحاً میگن تا قبل از شروع دوره طلایی نوروز، که حالا مفصل راجع بهش باهاتون صحبت دارم. مفصل راجع بهش باهاتون صحبت دارم. 2 ماه زمان داریم و در این تایم حدود 60 روزه باید تمام توان خودمون رو بذاریم، تمام توان خودمون رو بذاریم که روی تمامی درس هایی که پیش رومونه و در استراتژی مطالعاتیمون هست به یک تسلط بالایی برسیم. رفقا یه چیزی رو دقت بکنید، قبل و بعد امتحان های ترم 1 با همدیگه قابل قیاس نیستش. قبل از ترم 1 هر واحد زمانی در حد همون واحد زمانی معنا می شد. مثلا اگر شما 1 ساعت زمان میذاشتید و یک منبعی رو مطالعه میکردید، این 1 ساعتی که براش زمان میگذاشتید در کارنامه مطالعاتی شما 1 ساعت ثبت میشد. ولی از امروز به بعد هر 1 ساعتی که شما زمان میذارید برای تلاش کردن، درس خوندن، از منظر من و با توجه به تجربه‌ای که تو این 12 سال گذشته دارم، 1 ساعت فقط ثبت نمیشه، بیش از 1 ساعت ثبت میشه از نظر اهمیت. یعنی هر 1 ساعتی که شما تلاش میکنید انگار در دوره مشابه این 2 ماه قبل انگار 90 دقیقه تلاش کردید. چرا؟ چون به دلیل نزدیک شدن به کنکور هر چیزی که میخونید بیشتر در حافظتون میمونه. شما الان چیزهایی رو که تابستان خوندید اگر الان بیارید شاید خیلی چیزاش یادتون رفته باشه، ولی چیزهایی که از امروز به بعد میخونید به خاطر نزدیکتر بودن به روز موعود بیشتر پس ذهنتون میمونه. لذا شاید بدون پشتوانه علمی نباشه، بدون پشتوانه تجربی نباشه، اگر بگیم کسانی که از امروز به بعد خیلی خوشگل و مرتب و درست و قوی و با برنامه درس میخونن به فرض اینکه هیچی تا به امروز نخوندن، اینا گروه اول، و کسایی که تا به امروز فول تمام تلاششون رو انجام دادن ولی از امروز به بعد درس نمیخونن، این باشه گروه دوم. قطعا گروه اول نسبت به گروه دوم در کنکور عملکرد مثبت تری خواهد داشت. فهمیدید گروه بندی ها چیا شدن؟ تصور کنید کسی که تا به امروز هیچی درس نخونده از امروز به بعد تا روز کنکور خوب درس میخونه، و کسی که تا به امروز خوب درس خونده از امروز به بعد خدای نکرده دیگه درس نمیخونه. اگر در مقام قیاس این دوتا گروه باشیم قطعا گروه اول در کنکور موفق تر خواهد شد. چرا؟ به دلیل اینکه ایامی که تا کنکور باقی مونده به دلیل هی نزدیکتر شدن به کنکور قطع به یقین تأثیرگذارتر خواهد بود فعالیت هایی که توش ما انجام میدیم. لذا از امروز به بعد هر 1 روز رو 2 روز ببینید، از امروز به بعد هر 1 ساعت رو 2 ساعت ببینید، از امروز به بعد هر 1 ماه رو 2 ماه ببینید، از امروز به بعد هر 1 تست رو 2 تست ببینید، از امروز به بعد هر تنبلی رو 2 تنبلی ببینید، از امروز به بعد هر درس نخوندن رو 2 درس نخوندن، از امروز به بعد هر تلاش نکردن رو 2 تلاش نکردن، و از امروز به بعد خودتون رو 1 نفر نبینید. شاید از امروز به بعد این قدرت رو دارید که 2 نفره برای موفقیت در کنکور بجنگید. رفقای من، عزیزای دل من، یه نکته میخوام بهتون بگم. این نکته عجیب غریبه، این نکته عجیب غریبه، یه نکته میخوام بهتون بگم، بی نظیره. خیلی خوب به من گوش بدید. بذارید اینو، اصلا خیلی دوست دارم همه اینو بشنون. پهلوون، آره اینو باید ویدیو گرفت. بچه ها خیلی خوب این نکته ای که الان میخوام بهتون بگم رو لطفا گوش بدید.
تصور بفرمایید کنکور برگزار شد، آخرین تست از آخرین درس در دفترچه اختصاصی رو جواب دادید و تمام. برمیگردید به سمت منزل، یعنی خودتون رو تصور بفرمایید اواسط تیر ماه کنکور برگزار شد و تمام. از شما به دور، ولی میدونید بزرگترین حسرت یک داوطلب اون روز چی میتونه باشه؟ بزرگترین حسرتش اینه که چرا از یک جایی به بعد که میتونستم با تلاش مضاعف کمکاری های گذشتم رو جبران کنم، چرا ناامیدی بر من غلبه کرد و تلاشم رو متوقف کرد؟ این بزرگترین حسرت یک کنکوری، بزرگترین حسرت یک کنکوری زمانی که کنکور تموم میشه و تموم میشه و بر میگرده به سمت خونه، این نیست که چرا تابستون درس نخوندم، این نیست که چرا پاییز رو از دست دادم. بزرگترین حسرت یک کنکوری اینه که زمانی که به خودم اومدم و خواستم مسیرم رو شروع بکنم، چرا به واسطه کمکاری هایی گذشتم، چرا به واسطه غلبه ناامیدی خودم رو در خط شروع قرار ندادم؟ چرا گفتم من کتاب امروز نخوندم، از امروز به بعد دیگه فایده ای نداره اصلا بخونم یا نخونم؟ و چقدر تلخ این حسرت زمانی که شما میبینید، زمانی که شما متوجه میشید که اگر از اون روزی که به خودتون اومدید، مثلا تو همچین روزی، اگر از اون روز تلاش میکردید تا روز کنکور، میتونستید موفق بشید، ولی به خاطر غلبه ناامیدی شانس موفقیت رو از خودتون گرفتید. مثل کسی که به یک صخره‌ای آویزون شده، نمیدونه تا زمین چقدر فاصله داره، همه جا تاریک، برای همین اون صخره رو رها نمیکنه. دور از جونتون، بعدها جنازه‌اش رو همون صخره پیدا میکنه، چون ترسیده بوده که خودش رو رها بکنه، در حالی که با زمین اینقدر فقط فاصله داشته. ناامیدی مانعی برای قرار گرفتن در نقطه شروعه و بزرگترین حسرت در روز موعود اینه که چرا فرصت شروع رو از خودمون گرفتیم. رفقا، امید پیام خداونده، ناامیدی ندای شیطانه. بزرگترین حسرت شما بعد از روز کنکور، اگر همچین روزی رو مبدأ هجرت خودتون قرار ندید، اینه که چرا پیام الهی رو به هوای ندای واهی شیطان رها کردید. رفقای نازنینم، عزیزای دل من، از صمیم قلبم بهتون گفتم، از صمیم قلبم بهتون گفتم بزرگترین حسرت شما زمانی که کنکور برگزار بشه و تموم بشه بره، این نیست که چرا تابستون و پاییز رو از دست دادم، اینه که چرا در همچین زمستونی که میتونستم به خودم بیام، به خودم نیومدم. چرا؟ چون ناامید بودم. چرا؟ چون حسرت زده بودم. چرا؟ چون نگاهم به دیگران بود. چرا؟ چون قهرمان رو در پشت پنجره میدیدم. چرا؟ چون فکر میکردم حالا که نخوندم دیگه شانس رو از دست دادم. بزرگترین حسرت شما بعد از کنکور کمکاری های گذشته نیست، اون روزیه که میتونستید شروع بکنید ولی شروع نکردید، اون روزیه که میتونستید رنگ سفید به سیاهی های زندگیتون بزنید ولی نزدید، اون روزی که زمین خوردید ولی بلند نشدید. عزیزای دل من، توی یکی از لایوهای باشگاه گفتم، باشگاه قبل هفته صبحیا، گفتم خود اون زمین خوردنه شکست نیست، اونی که بعدش بلند نشیم اون شکسته.
خود گناه کردن مجازات نیست، اینی که بعدش توبه نکنیم مجازات. رفقا، خدا که خداه، وقتی من و تو یه گناهی انجام بدیم به فرشتاش میگه صبر کنید، اگر توبه نکرد اون وقت ثبت کنید. روی کرد خدا در مقابل گناه کار ترین گناهکاران صبره، نه ثبت. این خدایی که ما شناختیم همون خداییه که یحب التوابینه، بسیار توبه کنندگان رو دوست داره. رفقا، اگر تا به امروز درس نخوندید، عزیزای دلم، بزرگترین حسرتتون بعد از کنکور همچین روزی خواهد بود که صحبتهای امروز من رو شنیدید، اما چون در گذشته کمکاری کردید، آیندتون رو به چوب گذشتتون از خودتون روندید. این بزرگترین حسرت شما خواهد بود. به خودتون بیاین رفقا، به خودتون بیاین عزیزای دلم، به خودتون بیاین. اینکه تا به امروز خوب نبوده معنیش این نیست که از امروز به بعد هم قرار خوب نباشه. تا به امروز ابزار شما برای رسیدن به هدف ابزار آ بوده، نتیجه که دلتون میخواست رو به دست نیاوردید. حالا ابزارتون رو باید تغییر بدید، از امروز به بعد باید ابزارتون بی باشه. سوال، میتونیم نتیجه متفاوت بگیریم؟ چرا نتونیم؟ نتونستن دلیل میخواد. شما نمیتونی به من بگی دلیل بیار من میتونم. من باید بهت بگم دلیل بیار که نمیتونی. ها؟ قبول داری؟ نتونستن خلاف اصله، اصل بر تواناییه. الاثبات و علی المدعی، کسی که بر خلاف اصل میخواد صحبت کنه باید دلیل بیاره. من که نباید دلیل بیارم شما میتونید، شما باید دلیل بیارید که نمیتونید. من میشنفم. اگر واقعاً دلیلی دارید که نمیتونید، من میشنوم. اگر قانعم کردید اوکی، من میگم اوکی شما نمیتونی، ولی تا زمانی که من رو قانع نکنید و دلیلی نیارید بر نتوانستنتون، چرا من باید حرفتون رو بپذیرم؟ رفقای نازنینم، عزیزای دل من، خانوم ها، آقایون، کنکور به راه و روشی که یک کنکوری طی می‌کنه تعریف میشه. اگر می‌بینید رفیقتون یک سال درس خونده ولی در نهایت رتبه‌ای که دلش می‌خواد در نیاورده، این معنیشی نیست که شماها اگر تا به امروز درس نخوندید ولی در ادامه می‌خواید پرقدرت بخونید، پس شماها هم قطعاً هیچی نمی‌شید. این معنیشی نیست. اگر یکی با 12 ماه درس خوندن هیچی نشده، معنیش این نیستش که کسایی نبودن که با 6 ماه درس خوندن یه چیزی شدن. این معنیش این نیست. آقا من دوستم از اول سال تو کنکور پارسال شروع کرد بخوندن، در نهایت در کنکور براش اتفاقی نیفتاد، پس منم از الان به بعد بخونم قطعا برام اتفاقی نمیفته، چون اون که 12 ماه درس خون که اونطوری، خب منی که 6 ماه بخوام درس بخونم که قطعا اتفاقی نمیفته. ما تو علم منطق به این میگیم قیاس مع الفارق. یعنی شما دارید دو چیزی رو به هم دیگه تشبیه میکنید که شاید بینشون خیلی تفاوت وجود داره. شاید دوستت بلد نبوده هوشمندانه درس بخونه، شاید دوستت بلد نبوده چه جوری درس بخونه، شاید دوستت بلد نبوده چند ساعت درس بخونه، شاید دوستت بلد نبوده که کی درس بخونه، کی تست بزنه، کی تورخ کنه، کی دوره کنه، شاید دوستت بلد نبوده که کی جمع بندی کنه، شاید دوستت بلد نبوده که تو چه بازه زمانی باید با چه برنامه راهبردی چه درسهایی رو تموم بکنه، شاید دوستت شاید. قبول داری؟ آقا فلانی در فامیل ما
پارسال روزی 15 ساعت درس میخوند، نهایت هم کنکورش رتبه شد مثلا 15000. پس منی که دارم روزی آ ساعت درس میخونم زیر اون 15 ساعت، خب پس قطعا منم رتبه از اون بدتر میشه دیگه. از کجا معلوم؟ این فکتا رو از کجا میارید؟ شاید اتفاقا شما رتبتون بهتر میشه. اگر بلد باشید راه چیه چاه چیه، اگر بلد باشید مطالعه چیه تست چیه، اگر بلد باشید باید کی با چه هدفی تست بزنید، همه چیزهایی که در کارگاه‌های گذشته راجع بهش با هم دیگه گپ زدیم. همه اینا رو گفتم که به یه نقطه‌ای برسم. رفقای نازنینم، من به ذرس قاطع به شما میگم اگر تلاش کنید بدون توجه به گذشتتون، فقط تلاش بکنید، فقط هر روز بتونید بهترین عملکرد خودتون رو تو اون روز داشته باشید و تا روز کنکور به هیچ چیز توجه نکنید، به ویژه ساعت، تا آخرین نفس هر روز درس بخونید. یک روزی میشه که بعد از آمدن جواب‌ها همچین پیام‌هایی رو که با هم دیگه دیدیم ازتون خواهم گرفت. تردید نداره، تردید نداره. آخش، هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. بچه من میخوام یه کاری انجام بدم، نمیدونم که ممکن هست یا نه، همین الان فل بداهه به ذهنم رسید. یه کسی که در اوج ناامیدی هستش، دلم میخواد بیاد رو خط با هم یه خورده گپ بزنیم. حس میکنم این تاکشو میتونه خیلی حالتون رو خوب بکنه. ها؟ یه کسی که در اوج ناامیدی هستش و دلش میخواد که بیاد و با هم دیگه هم کلام بشیم، بیاد و با هم صحبت بکنیم. اگر کسی اینطوریه، آره بس کن ببینیم چی میشه دیگه. آره با یه چند تا از بچه ها صحبت کنیم. سرکار خانم رقیه. خانم رقیه خانم سلام. سلام سرکار خانم. چطور حسن جان؟ صدای من رو دارید سرکار خانم؟ صداشون قطع شد نه؟ یه خانم دیگه یا یه آقای دیگه لطفاً وصل بفرمایید. سرکار خانم توحیدی. سلام استاد. سلام عزیزم. سلام خوبین؟ روزتون بخیر. خیلی ممنونم ازت. عزیزم من برگشت صدای خودم رو دارم میشنوم، میتونی لطفاً از هنسفری استفاده بفرمایید؟ متاسفانه الان هنسفری ندارم من. خب پس تا جای ممکن اگر صدای من رو کم بکنید ممنونت میشم. اسم کوچیک شما چیه سرکار خانم؟ من زهرا هستم. خانم زهرا، بسیار عالی. زهرا جان رشتتون چیه؟ صداتونو کمتر کردم. چی؟ الان صداتونو کم کردم بهتر شد؟ آره فکر کنم بیخورده. البته بازم من صدای خودم رو دارم میشنوم متاسفانه. الان بچه هایی هم که تو خونن صدای من رو دوبار میشنون نه؟ خب بذار ببینیم چی میشه. زهرا جان رشتتون چیه؟ من تجربی میخونم. رشته تجربی. زهرا جان ناامید هستید نه؟ واقعیتش من چون نمیتونم برای خودم یه برنامه درست بنویسم، همش هر روزی که برنامه‌ام تموم میشه بعد مثلا یک قسمت یا دو قسمت از پارت مطالعاتی میمونه، همش میگم من تا آخر همین جوری میمونم، اصلا نمیتونم پیشرفت بکنم، هر روز حتما باید یه قسمتش بمونه. هی باز میگم نه روز بعد این اتفاق نمیفته، هی همه تلاشم میکنم که تموم بشم و واقعا نمیدونم چرا نمیشه، چرا نمیتونم. این زهرا مشکل چیه؟ مشکل اینجاست که اصولاً یک دانش آموز به نظر من خیلی نمیتونه برای خودش 0 تا 100 برنامه بنویسه، چون برنامه نوشتن یک تجربه نیاز داره.
اینکه شما بدونی چه زمانی از روز مناسب تر برای چه گروه های درسی هستش. خود این یک فن برنامه نویسیه که هم به تجربه آدم باید به دست بیاره و هم البته با گشت و گذار در واقع منابع مطالعاتی که یک مشاور رو مشاور میکنه. لذا اینکه دانش آموز خودش بخواد برای خودش برنامه بنویسه، من فکر میکنم یک این بزرگترین پاشنه آشیل بتونه باشه. حالا دومین اتفاق اینه، شما وقتی که یک کسی برات برنامه بنویسه، خودت رو ملزم میکنی به دلیل احترامی که برای اون آدم قائلی برنامه‌ت رو اجرا بکنی. یه خورده فراتر از احترام، چون باید جواب پس بدی به اون آدم، پس یک اهرم فشاری رو بالای سر خودت میبینی که برنامه‌ت رو اجرا بکنی. ها؟ ولی وقتی خودت برای خودت برنامه بنویسی، اصولاً ضمیر ناخودآگاه انسان‌ها ساده ترین و کم زحمت ترین مسیر رو برای ما انتخاب میکنه. عزیز دلم متوجه میشی؟ یعنی هیچ وقت یک انسان نمیتونه مشاور خودش باشه، چون ناخودآگاه ما دوست داره ما درس نخونیم، چون اذیت نشیم، چون به زحمت نیفتیم. ناخودآگاه ما دوست داره که ما خیلی تلاش نکنیم. ناخودآگاه ما دوست داره که ما ریاضت نکشیم. ناخودآگاه ما دوست داره که ما سحرخیز نباشیم، چون دوست داره ما اصلا تحت فشار قرار نگیریم. و شما وقتی خودت رو مشاور خودت قرار بدی، در واقع داری یک ضمیری که ما رو انقدر دوست داره که دوست نداره زحمت بکشیم، اون رو داری به عنوان مشاور خودت انتخاب میکنی. لذا به اون چیزی که باید نمیرسی. عزیز دلم متوجه میشی؟ یه چیزی که میخواستم بگم، من پشتیبان قلمچیم به هم برنامه میداد. آها. بعد برنامه شون اصلا نه به کلاسایی که داخل کلاس اینو ثبت نام کردم میخورد، نه به برنامه مدرسه هم میخورد، نه به برنامه امتحان هم میخورد. حتی چند بارم بهشون گفتم که اگه میشه بشینیم با هم دیگه برنامه بریزیم. آها. که من هم بتونم به کلاسینو برسم، هم بتونم به درسای مدرسه برسم. ببین که آره میپذیرم یه چیزی و زهرا جانم، اونم این که به هر حال وقتی ما میگیم مشاور، تعریفمون از مشاور کسی هست که صلاحیت علمی و اخلاقی این حوزه رو داشته باشه. موافقی؟ درسته. ولی ماحصل بحثمون جای ناامیدی الان نیست زهرا جان. من به نظرم میرسه اگر یک فردی به هر دلیلی یک روزی در لباس مشاور در کنار شما بوده ولی نتونسته حال شما رو خوب بکنه، مشکل از اون لباس نیست، مشکل از فردیه که اون لباس رو برتن کرد. مواظب خودت باش زهرا. ببخش من آخرین حرف هم بزنم. بگو عزیزه. گفتن که اولویت ما آزمونای قلمچیه که تو آزمون برسی. اصلا بحث شخصی نباید داشته باشیم. اون فرد اگر میتونسته شما رو مهیای موفقیت بکنه، الان تو به عنوان کسی که هنوز ناامیدی نمیومدی با من گپ بزنی، پس اون فرد نتونسته این کار رو انجام بده. درسته؟ درسته. ولی مشکل از اون راه نیست، مشکل از اون فرد بوده. پس شما باید فرد رو تغییر بدید، نه اینکه بگی پس کلن نیاز به مشاور ندارم. من یه خواهشی هم از خودتون داشتم که اگه لطف کنین. جانم زهرا جانم، میخواستم ازتون خواهش کنم که شما برای پشت رویایی یا یه برنامه خیلی خوب دادین که من هر روز استوریاتون رو میدیدم، حتی بهتون دایرکت دادم که اگه امکان داره برای 12 هم این لطفو بکنید که ما هم با این برنامه جلو بریم اگه امکانش. ببین زهرا جانم، من واقعا باعث افتخارمه که همونطوری که در کنار بچهای پشت رویایی هستم، در کنار بچهای 12 هم باشم. یعنی اصلا این واقعا باعث افتخار من هستش عزیز دلم. ولی چندین بار همین مسئله رو توضیح دادم، اونم این که آدم وقتی یک مسئولیتی رو به دوش میکشه، باید ظرف زمانی لازم برای به دوش کشیدن اون مسئولیت رو داشته باشه، وگرنه اول پیش خودش
و بعد پیش خدای خودش شرمنده میشه. مثال میزنم، اگر من مثلا مسئولیت خطیر مشاوره و برنامه ریزی زهرا رو بپذیرم، خب، ولی زمان لازم رو به زهرا اختصاص ندم، این اصلا خود خیانته و این خیانت اون به قول معروف آرامشی که من تو زندگی نیاز دارم رو ازم میگیره. من واقعا افتخارم اینه که در کنار بچهای 12 می باشم، اما تا به امروز اون فرصت لازم نبوده. نمیدونم در ادامه چه اتفاقی میفته، ولی اگر امروز روز میبینی که من با وجود محبت کسایی مثل تو عزیزم هنوز نتونستم این مسئولیت رو به دوش بکشم، چون هنوز اون ظرف زمانیه براش به وجود نیامده. زهرا جان نمیخوام خیانت کنم بهتون، میبینی چی میگم؟ دوست ندارم که نام بدی ازم براتون به یادگار بمونه. تا زمانی که ورود نکردم به یه حوزه ای میگید خب ورود نکرد، فوقش مثلا میگید بیوفا بود، ولی زمانی که ورود بکنم ولی با تمام وجودم ورود نکنم دیگه نمیگن بی وفا بود، میگن بی اخلاق بود. و من واقعا بار بی اخلاقی، این مدل بی اخلاقی رو نمیتونم به دوش بکشم عزیز دلم، ولی از صمیم قلبم میخوام، اینو به در واقع تمام مقدسات قسم میخورم، از صمیم قلبم اینو میخوام که در ادامه شرایطش مهیا بشه که همونطوری که در کنار بچهای پشت رویایی بودم این افتخار رو داشته باشم که بتونم در کنار بچهای 12 هم باشم. از صمیم قلبم این رو میخوام عزیزم. خیلی ممنونم ازتون، یعنی عزیزم روز عزیزم. واقعا یه روز فوق‌العاده میشه اگه لطف شما این زحمت رو بکشید. خوشحال شدم زهرا جان صداتون رو شنیدم. من بیشتر، خیلی ممنون. موفق باشید ایشالله عزیزم. قربان شما. خدا نگهدارتون باشه ایشالله. خب یکی دیگه از بچه‌ها بیاد با هم صحبت بکنیم. به نظرم امروز این مود رو داشته باشیم و با هم گپ بزنیم، حال و هوای شما خیلی خوب بشه، چون فکر کنم خیلی حرف دارید برای گفتن. پهلمون جان، آقای کعبی. سلام عزیزم. خسته نباشید. حالتون خوبه؟ سلامت باشی، مرسی. من جلسه اول محسن. خیلی خوش اومدی. سلامت باشی. اسم چی عزیزم؟ من محمد. محمد جانم از کدوم شهر هستید؟ ماهشهر خوزستان. ماهشهر. و اینکه رشتهتون چیه؟ تجربی 12. پشت رویایی. آها 12 هست. آره 12. خیلی خوب. جانم محمد جانم، من در اصل من یه مشکلی که دارم از اول سال، حالا مثلا تو آزمونای قلمچی که شرکت میکنم، خب من مثلا تابستون میان این طرز هم مثلا تقریبا حالا بالای 6000 بود، ولی از اول سال یه مشکلی که باش مواجه شدم، مثلا طرز هم اومده دیگه میان این طرز هم حدود حالا 5500 این حدوده. به خاطر این یه مثلا چجوری میاد ناامیدی، یعنی حالا الان کم کم داره درست میشه، ولی یه ناامیدی خاصی توش از این نمیتونم دست رو بگم. محمد جان میدونی یکی از مشکلات بزرگ ما توی تحلیل خودمون چیه؟ اینه که تو اتفاقهایی که برام میفته به معلول دقت میکنیم، به علت دقت نمیکنیم. یعنی شما الان نگرانی اینی که ترازت اومده پایین، ولی به جاش باید نگران اون کارهایی باشی که انجام دادی که ترازت اومده پایین. میگم؟ یعنی شما نباید به معلول، به نتیجه دقت کنی، شما باید به علتی که اون معلول رو رقم زده دقت کنی، شما باید به علتی که اون نتیجه رو رقم زده دقت کنی. اینکه تراز شما اومده پایین این نتیجه است. باید بگردی عواملی که باعث این موضوع شده رو پیدا کنی، و وقتی عوامل رو از بین ببری اتوماتیک نتیجه هم از بین میره عزیزه. هیچی میگم؟ ناامیدی زمانیه که آدم ندونه چرا، یا بدونه چرا ولی از پس حل کردن اون چرایی بر نیاد، این میشه ناامیدی. زمانی که آدم ندونه چرا ترازش اومده پایین محمد، یا بدونه چرا اومده ولی نتونه حلش بکنه، این میشه دلیل ناامیدی. حالا تو میدونی چرا ترازت افت کرده یا نمیدونی عزیزم؟
نه میدونم من، چون مثلا خب نسبت همینجا به باش، همینجا باش، همینجا باش. اگر بخوای مهمترین دلیلش رو بگی چی میگی محمد؟ من خودم کمکاری خودم به خاطر اینکه کم تست میزنم، بیشتر فرص خودم و نیروی خودم رو مطالعه میذارم تا بیشتر تست نسبت بدم. پس اگر ما بخوایم یک در واقع ساب تایتلی برای این موضوع در نظر بگیریم، باید بگیم کم تست زدن، درسته؟ آره 70-80 درستش به نظر خودم. یه سوال ازت دارم، اگر الان تست زنی خودت رو در برنامه بیشتر بکنی چه اتفاقی میفته؟ خب چیزی که فکر میکنم حالا دیگه طبیعتاً بخوام مثل قبل بگم افزایش تراز دیگه نتیجه. ممنونم. پس به نظرت الان تو باید ناامید باشی یا باید یک انسان امیدوار ولی صبور باشی؟ نه خب نه، من اینو میخوام بگم محمد، من میخوام بگم ما علت خیلی از مشکلاتمون انقدر پیچیده نیست، فقط چون در برخورد با مشکل رویکرد مناسبی نداریم فکر میکنیم که در اوج ناامیدی و بیچارگی هستیم. عزیزم چاره اینه که آدم بشینه عواملی که باعث شده یک نتیجه نامناسب به وجود بی اومده رو، اون عوامل رو بررسی کنه، ببینه چیه، رتبه بندیشون کنه و از رتبه یک بیاد دونه به دونه حلشون کنه و بیاد پایین. شما به زعم خودت، من که هنوز شما رو تحلیل نکردم، به زعم خودت محمد جان شما به من میگی آقا علت افت تراز من تعداد کم تستی هستش که من میزنم. خیلی خوب، حالا تو به من مراجعه میکنی به عنوان یک مشاور، میگی آقا من چی کار بکنم الان، من کلاس باید برم، من این کار رو باید بکنم، مدرسه دارم، کی میتونم تست بزنم؟ اون وقت از من میخوای که یک برنامه استراتژیک برای تست زنی بیشتر برای شما تعبیه بکنم. میچی میگم؟ بعد تو متناسب با اون چهارچوب روزانه این برنامه تستی که متناسب با شخص شما، اصطلاحاً میگن کاستومایز شده، یعنی شخصی سازی شده فقط برای شما، اون برنامه روزانت رو، اون واحدهای تستنی رو در برنامه روزانت قرار میدی و شروع میکنی به اجراش. حالا چیکار باید بکنی؟ صبر. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی فعالیت آگاهانه. یعنی چی؟ یعنی اجرای حد اکثری برنامه. اتفاقی که میفته چیه؟ شما به مرور افزایش تراز رو در خودت حس میکنی. تا کی؟ تا روز کنکور. آقا روز کنکور دیر نیست؟ نه محمد جان، چون روز کنکور آخرین آزمون آزمایشی شماست که توش باید به بالاترین تراز ممکنتون برسید. عزیزم اینطوری بگم، شما باید 6 ماه تلاش بیوقفه و هوشمندانه و استراتژیک داشته باشید تا روز کنکور در 4 ساعت خوشگذرونی کردن اون نتیجهی که نیاز داری و بهش برسی. عزیز دلم متوجه شدی؟ بله، من فقط مشکلم تو طول روز، من مشکلم این نیست که یعنی چیز میکنم تایم واسه درس خوندن کامل تایم میذارم، یعنی مثلا برنامه هم حالا 100% که نمیشه گفت، ولی حدودا مثلا 90% 80%ش انجام میدم، ولی آها. از این بیشتر اعصابم خرد میشه و نگران میشم. از اول سال نگران اینم که من تایم خودم رو مطالعه میذارم، ولی هر هفته میگم مثلا هفته بعد دیگه مثلا تستش رو تست دارم درست میخونم. یادته به زهرا الان توی تماس قبلی چی گفتم محمد؟ بله که گفتم، گفتم زمانی که یک کسی، یک انسان موجه در لباس یک مشاور به شما برنامه میده، 1 به دلیل تجربه‌ای که داره، 2 به دلیل علمی که داره، 3 به دلیل اینکه یک نیروی بیرونی داره به شما یک حکمی رو براتون صادر میکنه، شما خودتون رو ملزم به اجرای فرامین اون میکنی. لذا دیگه اینطوری نیستش که تو به من بگی هی میگم الان، هفته بعد، 2 هفته دیگه، الان فلان. میبینی چی میگم؟ این به تعویق انداختنا شماها قربانی شید، مقصر اصلی ناخودآگاهتونه. چرا؟ چون ناخودآگاه آدم دلش میخواد آدم زحمت نکشه، ناخودآگاه آدم بیش از هر کسی دیگه ی آدمو دوست داره، دلش میخواد آدم بخور و بخوابی باشه به قول معروف. میشی میگم؟ نه. اصلا 5 صبح خواب بیدار شدن، روزی 12 ساعت درس خوندن، شب زنده‌داری کردن، صبح به موقع خیزی داشتن، ممتد یه کاری رو انجام دادن، اینها
به قول معروف نسخه هایی نیستش که خودمون بتونیم برای خودمون به قول معروف ببندیم بنویسیم. برای همینه که میگم به یک اهرم بیرونی نیاز دارید محمد جان. دستون درد نکنه. خوشحال شدم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. موفق باشی ان شاء الله. مرسی. خب با یکی از رفقای دیگه هم صحبت بکنیم ببینیم ایشون نظرشون چیه. آقای گنجلی یوسف. یوسف جان سلام. سلام استاد، خوب هستی؟ سلامتی؟ خوب. شما خوبی عزیزم؟ قربون شما، مرسی. از کدوم شهر هستید؟ استاد من اهل چهارمحال بختیاری هم ولی الان بم ساکن هستیم، بم کرمان. بسیار عالی. رشتت چیه یوسف جان؟ استاد من رشتم تجربیه فارغ التحصیل سال 97 هم. یعنی پس پشت رویایی هستید. بله استاد، خیلی هم پشت رویم. 5 سال یعنی پشت سرم دارم کنترل میده. خوب کردی. انشاءالله امسال سال آخر دیگه نه؟ بله استاد دیگه انشاءالله. همیشه آخرش خوب تموم میشه؟ اگه هنوز خوب تموم، اگه هنوز خوب نیست به خاطر اینه که هنوز خوب کار نکردم. آفرین. جانم یوسف جانم بگو عزیزم. استاد راستش من هر سال که میخواستم کنکور بدم میمدم از عید شروع میکردم، یعنی پاییز و زمستون رو از دست میدادم. امسال اولین باریه که اومدم مثلا از اول چیز زمستون یا آخر پاییز شروع کردم بخونم. بعد استاد میگم که مثلا من میخوام درس ها رو بخونم، مثلا برای زبان عربی میفتم عقب، مثلا نمیدونم علاقم کمه بهشون، ولی مثلا کلا نمیدونم اشکالم کجاست که توی این دوتا درس میمونم عقب، نمیتونم برسونم به جشا. یه کتابی داریم یوسف جان به نام قورباغه‌ت را قورت بده، شنیدی؟ بله استاد. بله. یعنی اون کاری که خیلی رو مخته همون اول انجام بده، قالو بکن تمام بشه بره. بله بله درسته. چه درسی باید ازش بگیریم برای زندگی یوسف؟ استاد اول اون چیزی که میره رو مخمون اعصابونو خورد میکنه همون روز اول، اولای روز، همون اولای بکنه. روز آره. یعنی اینطوری نباشه که شما روز رو با درس‌های شروع بکنین که خیلی دوستشون داری، که هر چقدر که به غروب خورشید نزدیک میشیم اشعه‌های کیهانی خورشید میرن، تاریکی میاد حاکم میشه بر کره زمین، شاید یه مقدار ناخودآگاه ما بله یه مقدار در واقع تحت تاثیر قرار میگیره. نذاریم درس‌هایی که به هر دلیلی از خوندنشون لذت نمیبریم و این کاملا نسبیه، نذاریم اون موقع ها بسا زمانی که از صبح بیدار میشی از خواب در اوج به قول معروف حال خوبی، در اوج توانمندی، در اوج انرژی مثبتی، از اونها هزینه بکن برای رسیدن به قول معروف برای قورت دادن قورباغه‌هات. ها؟ و خود اونها یه اعتماد به نفسی بهت میده، خود اونها یه برازندگی بهت میده که ادامه روزت رو با یه قوت خیلی بیشتر طی می‌کنی. مثلا شما تصور کن درس الف رو دوست نداری، خیلی خوب، ولی عاشق درس جیم هستی. بسیار بله. یک برنامه شخصی سازه شده برای شما، یک مشاوری که به ماهوه واقعا یک مشاوره، یعنی یک استراتژیسته، نه اینکه فقط دست به قلم میشه و برنامه مینویسه و در به قول معروف تاکشویی که با هر مراجعش داره به فکر اینه که کی اون تموم میشه که مراجع بعدی بیاد. اون نه، یک کسی که واقعا لباس مشاوره به تن داره. بله درست است. حرفش با آره، حرفش با عملش یکیه. آفرین. اون آدم باید از شما بپرسه که خب بگو ببینم اصطلاحاً درسایی که باید اول صبح قورت بدیم چیاست؟ بعد تو بهش میگی مثلا من واقعا درس الف رو از خوندنش لذت نمیبرم. خیلی خوب. من توصیه‌ام به اون مشاور چیه؟ که یک، درس الف رو تایم اول یا دوم بذار در شروع روز. دو، اگر دانش آموز من خیلی با این درس مشکل داره تقسیمش کن به واحدهای زمانی کوچیک 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 و در طول هفته پخشش کن. شما اگر بهت بگن الان باید 3 ساعت بشینی درس الف رو که دوست نداری بخونی،
ممکنه پس بزنی. ولی اگر بگن عیبی نداره، هیچ عیبی نداره، 6 تا نیم ساعت بخون، پیش خودت میگی خب نیم ساعت که خیلی خوبه، ها چقدر عالی، پس 6 تا نیم ساعت میخونم. فقط یه توصیه دیگه هم دارم یوسف جان، اصولا بر مبنای تحقیقات روانشناسی این درسا رو شما همون اولین تایم هم اختصاص ندی بهش بهتره یوسف، یعنی بذار تایم دوم بخون. میدونی چرا؟ مثلا صبح که میخوام شروع کنم اول با یه درس تخصصی شروع کنم که نه اصلا تخصصی و عمومی بحثم نیست یوسف جان، درسی که دوست داری و درسی که دوست نداری، حالا هر کی میتونه براش هر چی باشه. خب تایم اولو اتفاقا درسی بخون که دوست داری، ولی تایم دوم قورباغتو قورت بده. آها چرا؟ میدونی چرا جانم؟ چون اگر بخوای همون تایم اول قورباغه رو قورت بدی، ممکنه به خاطرش ضمیر ناخودآگاهت صبح بیشتر باعث بشه تو بخوابی. میبینی؟ هی بیشتر باعث بشه بخوابی. ولی اگر تایم اول اون درسی رو که دوست داری بخونی، به هوای اون زود از خواب بیدار میشی، اونو میخونی، حالا قورباغت رو قورت میدی، بعد میری بقیه درساتو میخونی. من تو علم مشاوره اسم اینو همیشه با رفقایی که صحبت میکنم و وظیفه خودم میدونم که از تجربیاتم در اختیارشون قرار بدم، هرچند کم تجربه من، هرچند کم، ولی دوست دارم که گفتمان داشته باشم با آدم های دیگه، همیشه اینو بهشون میگم، میگم بچه ها شما اگر میخواییم وارد حیطه مشاوره بشید، به داوطلباتون توصیه بکنید هیچ وقت با شکم خالی قرص نخورن. میدونی یوسف منظورم از این جمله که بهشون میگم چیه؟ هیچ وقت با شکم خالی قرص نخورن، یعنی هیچ وقت تایم اول مطالعاتیشون رو درسی که ازشون بیزارن نخونن، چون اینطوری صبح عزیز دلم، چون اینطوری صبح سخت از خواب بیدار میشن. من اسم اینو تو مشاوره این گذاشتم، آقا آدم با شکم خالی قرص نمیخوره. تایم اول یه چیزی بخون که دوست داری که به هواش از خواب بیدار شی، تایم دوم قورباغه‌تو قورت بده، تایم سوم بر مبنای اصول و فنون دیگه‌ای که وجود داره برنامه نویسی انجام بده. باشه یوسف جان؟ چشم استاد، دست در نکنه، خیلی به دردم خورد این نکته‌ای که گفتی. خوشحال شدم عزیزم. خیلی ممنون. منم همچنین استاد. موفق باشی شما. موفق باشی ان شاءالله. خدا نگهدارت باشه. خب با یه رفیق دیگه هم صحبت کن. آخریش هم صحبت بکنیم و خیلی خوب، ما یک نفر دیگه هم صحبت بکنیم و جونم براتون بگه به عنوان حسن خطاب و بعد صحبت پایانیمون رو دیگه انجام بدیم. سرکار خانم مرادی، سلام عزیزم. خانم مرادی هنس فری دارید شما؟ من الان صدای شما رو دارم، شما هم صدای من رو دارید؟ بله اوکی هست. جانم بفرمایید. استاد من پشت رویایی هستم، رشته تجربی هم. بعد اومدم رو خط، من خیلی وقت میشناسمتون، از همون اول سال میشناسمتون، مثلا صبح لایواتون رو همراهی میکنم. اسم کوچیکتون چیه سرکار خانم؟ من فاطمه هستم. خانم فاطمه، از کدوم شهر تشریف آوردید؟ من شیراز هستم. شیراز. من صبح تو لایواتون هستم، ولی این 21 روز نتونستم طبق برنامه شما انجام بدم، حتی از برنامه خودم هم عقب موندم. برای همین ناامیدی؟ آره اصلا حالم خوب نیست، نتونستم. یه سوال ازت دارم، اسمتون فاطمه بود نه؟ آره من فاطمه هستم. فاطمه یه سوال دارم، الان فرمودید که چند روز رو از دست دادید؟ من حقیقتا کلن این ترمیه که 12 رو از دست دادم، یعنی نه که میدونم. کاملم، ولی خب خیلی خوب فرمودید که من الان یه چیزی تو فرمایشتون گفتی من الان این چند روز رو نتونستم به برنامه شما برسم، چند روز؟ آها من این کلن 21 روزی که گفتم برنامه رو داریم، 21 روز
نتونستم برنامه خودتون رو اجرا کنم، برنامه خودم هم که مشاورم خیلی خوب بود فاطمه اونم جان. نتونستم. خب ممنونم. 21 روز فاطمه، 21 روز حتی هنوز یک ماه شده یا نه؟ نه نشده. مرسی فاطمه. چند ماه مونده تا کنکور؟ حدودا یه 5 ماه بیشتر تقریبا. آره اصلا بگیم 5 ماه. مرسی فاطمه. چرا 5 ماه و 1 هفته‌ای که پیش روت هست میخوای با ناامیدی طی کنی؟ به خاطر 3 هفته‌ای که در گذشته نتونستی عمل کرده مناسبی داشته باشی؟ بذار اینطوری بگم، 21 هفته پیش روی توه، 21 روز عمل کرده مناسبی نداشتی. فاطمه جان، یک انسان خردمند به نظرت میاد 21 هفتهش رو بسوزونه برای 21 روز؟ خب عاقلانه تصمیم بگیریم که نه. مرسی. پس الان توقعی که من از فاطمه دارم چیه؟ اینه که ناامید نشه و بخونه دیگه. ناامید نشه، آره توقع اول. ناامید نشه خالیش به درد نمیخوره، باید بخونه، آره توقع دوم. ولی باید فاطمه یه چیز دیگه هم به من میگفت، باید میگفت و هوشمندانه درس بخونه. نه؟ آره درسته. یعنی متناسب با 21 هفته پیش رو بیاد و پیش خودش بگه آقا من دلم میخواد فلان رشته قبول بشم، برای قبول شدن در فلان رشته و فلان دانشگاه باید میانگین درصدام اینقدر باشه، پس من باید در هر درس اینقدر تلاش بکنم تا به اون چیزی که دلم میخواد برسم. نه؟ بله. من این یه هفته آخرم کرونا گرفتم، کلا هنوزم مریضم، واسه همین مثلا این مدته که از دست دادم خیلی دوران خوبی بود واسه جمع‌بندی، واسه همین مثلا همش میگم آزمون بعدی، مثلا واسه این حالا امروز که آزمون دادیم، از آزمون بعدی همش نمیدونم واسه خود آزمونه بخونه یا هنوز همین جنبندیایی که خب داشتم انجام میدادم. خب یک بحث راهبردی فاطمه جان، یعنی الان اگر من بخوام یک نسخه‌ای به شما بدم، این نسخه قطعا نه به درد شما میخوره نه به درد رفقای دیگه‌ای که الان در این کلاس هستن، چون نمیشه بدون معاینه یک فرد آدم بتونه راه علاج اون فرد رو بهش توصیه بکنه. این خیلی بحث مفصلیه که من بتونم الان برای شما یک استراتژی ترسیم بکنم که شما در زمان باقی مانده تا کنکور آزمون محور باشی یا مبحث محور باشی. واقعا این میسر نیست، ولی من یک چیز توصیه کلی بهت بکنم. یک کمان رو تصور کن فاطمه، این کمان رو میکشی عقب، میکشی عقب، میکشی عقب، تیر رو در واقع میکشی عقب، میکشی عقب، میکشی عقب. یه سوال، الان هنوز تیر پیشروی داشته فاطمه جان؟ نه. ولی تو 3-4 ثانیه برایش زمان گذاشتی. آیا کار غیر عقلانی کردی که این زمان رو گذاشتی فاطمه؟ نه. حالا رهاش کن. رفت. کو؟ رفت دیگه، نمیبینمش. چرا؟ چون خوب کشیده بودمش عقب، چون چلمو خوب مهیا کرده بودم. حالا که رها کردم تیرو تا دور دست ها رفت با سرعتی که اصلا تصورش نمی کردم. توصیه کلی من به شما و همه رفقام اینه، آدم وقتی تیرو میخواد در چله عقب بکشه به این کاری نمی، به این فکر نمی کنه که زمان رو داره از دست میده یا نه، به این فکر میکنه که باید عقب بکشه، باید یک زمانی رو به خودش بده تا بتونه هدف رو بزنه. یعنی به خودت زمان بده. کسی که از الان میخواد شروع بکنه از حرومن شمسه که برای آزمون بعد و بعد و بعدش نمیتونه آماده بشه. از الان یک استراتژی رو طراحی کن برای 4 ماه آینده و تا 4 ماه آینده جلوی آینه درسی نرو، عقب بایست، آینه ها رو بپوشون. تو این 4 ماه فقط تلاش کن، مثل کسی که میخواد رژیم بگیره 4 ماه رو وزنه نمیره، 4 ماه به بدن خودش نگاه نمی کنه. بعد 4 ماه یهو میره جلوی آینه میگه به به چی شد. میبینی چی بهت میگم؟ آره متوجهم. زمان بده به خودت.
چله یک کنکوری خیلی اهمیت داره، به خود زمان بده. خیلی ممنون استاد، لطف کردید. خوشحال شدیم. ما هم همینجور. خدا استاد. قربون شما. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم، الحمدلله. کلاس من چون به صورت رایگان برگزار میشه، اینکه دعوت بکنم از رفقا و بیان و روی خط با هم دیگه صحبت بکنیم، مثل این میمونه که یک رئیس جمهور بدون بادیگارد بره و در یک جمعیت زیادی بخواد سخنرانی بکنه. هر لحظه احتمال ترور وجود داره. و ولی من انقدر به این خانواده خوشبخت اعتقاد دارم که میدونم که حتی در کلاس رایگان هم هیچ باکی نیست از اینکه بچه ها با خیال راحت بیان بالا صحبت کنیم با هم و گپ بزنیم و هیچ کس قصد ترور نخواهد داشت. ولی واقعا به خاطر استرسی که به پهلمون دادم ازش عذرخواهی میکنم. آره خیلی خوب، هزار مرتبه خدا رو شکر رفقای نازنینم. جنبندی امروز رو با همدیگه انجام بدیم. یک، خدا رو شکر به خاطر ویتامین دی، به خاطر 21 روزی که گذشت و به خاطر اینکه سربلند تونستم باشم در پیش روی مبارکتون. دو، هزار مرتبه خدا رو شکر به خاطر پیام‌های پرمهرتون. هزار مرتبه خدا رو شکر به خاطر احساساتی که خیلی زیبا، احساساتی که خیلی صادقانه در بینمون جریان داره. سه، مسیر تمام نیست و ما الان شاید دوباره دست به قلم نشیم و برنامه ننویسیم، ولی با هم دیگه ادامه داریم، ادامه میدیم. امروز استثناءً مجدد عضوگیری کانال های تلگرامی پشت رویایی ها ادامه پیدا میکنه. یعنی امروز من از ادمین نازنینش خواهش میکنم که دوباره بچه هایی که امروز پیام میدن رو عضو در واقع کانال های تلگرامی بکنن، چون از فردا مجدد در واقع فعالیت کانال هامون شروع میشه. بچه هایی که نمیدونن چه کار باید بکنن و به ویژه بچه هایی که جلسه اولشون هست، این شماره خانواده خوشبخته 0910 167 1000. صرفاً در واتساپ پیام میدید. چه اینطوریه؟ آره، حالا ببینم. صرفاً در واتساپ به این شماره پیام میدید و خب نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام شهرتون رو میفرستید. یه چیزی دیگه ای هم باید بفرستید که آقا گروه چندمید. گروه یک کسایی هن که امسال دومین کنکورشونه، یعنی الان 19 سالشونه، کنکور 1400 دادن، 1401 هم میخوام بدن. گروه دو کسایی که امسال کنکور سوم یا چهارمشونه، یعنی زیر 20 سال هستن، البته زیر 25 بخشی، زیر 25 سال هستن و بیش از یک بار پشت رؤیاهاشون وایستادن. و گروه سه کسایی هن که به هر دلیلی رفتن، بعد از سالها برگشتن و مجدد میخوان کنکور بدن. این افراد هستن. می نویسید که گروه چندید. توی واتساپ، فقط هم واتساپ، به این شماره پیام میدید و در واقع رفقای من در پشتیبانی کانال های تلگرامیمون شما رو عضو کانالتون میکنن و کسایی که و صرفا هم در واقع این فضا تا آخر شب مهیاست. تا ایشالله فردا با همدیگه پیش ببریم مسیر رو. تکرار میکنم، من واقعا قصه بچه های دوازدهمی رو دارم، از صمیم قلبم میگم، ولی نمیخوام حضوری داشته باشم که حضور 100% نباشه. از صمیم قلب دلم میخواد در ادامه اتفاقی بیفته، مقدماتی آماده بشه که بتونم خجالت زده در مقابل این بچه ها هم نباشم. از صمیم قلبم اینو دوست دارم
خیلی خوشحال شدم رفقای نازنینم که امروز در کنارتون بودم. ادامه میدیم با هم دیگه در کنار هم در قالب کارگاه‌های مشاوره ادامه میدم. جمعه ها یک هفته در میون رأس ساعت 1:30 انشالله به حق علی ماحصل بحثمون چیزی جز امید، انگیزه و حال خوب برای شما نباشه. باعث افتخار من بود امروز 24 دی ماه در کنار شما عزیزان بودم در حدود 75 دقیقه پیش رو تا میخواستم بگم تا 2 هفته آینده ولی دیدم نه ما هر ثانیه با هم دیگه در ارتباطیم. تا من از این در برم بیرون و استوری بعدی رو بذارم مواظب خودتون باشید، چون فکر نمی کنم که انقدری که ما با هم دیگه در ارتباط هستیم هیچ خانواده ای پدر و مادر و دختر و فرزند و این مدلی با هم دیگه در ارتباط باشن. کسایی هم که امروز جلسه اولشون هست و آیدی اینستاگرام من رو ندارن، ای فروغی نیا، خیلی دقت کنید که صفحه اصلی رو فالو بفرمایید. ای اف او آر او یو GHINIA ای فروغی نیا. باعث افتخار بود. الحمدلله خدا جا ما کم حوصله ایم، زود خسته میشیم. اینطوری قرآن رو وا کردیم، همون اول به چشممون خورد بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که خیلی بخشنده است، خیلی بخشاینده. دلمون قرص شد دیگه، بقیهشو نخوندیم. از جهنم نمی ترسیم چون بسم الله الرحمن الرحیم. از تنهایی نمی ترسیم چون بسم الله الرحمن الرحیم. از هیچ چیز نمی ترسیم، از هیچ خطری نمی ترسیم چون بسم الله الرحمن الرحیم. گر نگهبان من آن که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. خدا جان جهنم برای کسی ترسناکه که شما رو نشناسه. ما شما رو می‌شناسیم، لذا از چیزی نمی‌ترسیم. یا فتاح.